اما خبری از تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی. اگر شما هم توی شبکه اجتماعی تردز عضو باشین، حتما می‌بینین که بیشتر پست‌ها در اونجا جنبه سرگرمی دارن. حالا شرکت متا در پاسخی که به وبسایت اکسیس داده، به نوعی تایید کرده که پست‌های با محتوای سیاسی چندان اونجا ازش استقبال نمیشه. الگوریتم تردز برای رقابت با اکس جوری طراحی شده که بیشتر مطالب سرگرم کننده یا خبرهای نرم رو به نمایش در بیاره. این در حالیه که در بعضی از کشورها مثل ایران، اینستاگرام هم برای به اشتراک گذاشتن اخبار یا مطالب سیاسی مورد استفاده قرار میگیره. امید رضایی، روزنامه‌نگار و دانش آموخته روزنامه‌نگاری از برلین، با ما همراه میشه. آقای رضایی، موقعی که تردز و متا ارائه کرد، خیلی امیدوار بود که بتونه رقیب جدی برای توییتر باشه، اما حالا که ازش گذشته، اگه با فاصله نگاه کنیم، به نظر نمیرسه چندان کامیاب بوده باشه. بله، در واقع بازاریابی جدید تردز بر مبنای اینه که کسانی که نمیتونند یا نمیخواند از اون فضای منفی توییتر، فضای پر از نفرت توییتر، در واقع کسانی که نمیخوان چنین فضایی داشته باشن، میخوان از این فضا فاصله بگیرن، به تردز بیان و ازش استفاده بکنن. کامیونیتی هایی مثل موسیقی، مثل مود، مثل سرگرمی، به جای اخبار سخت، به جای سیاست، به جای موضوعات اجتماعی. اما بحرانی که این مسئله ایجاد میکنه، در واقع مسئله اینه که این فقط تردز نیست که میخواد محتوای سیاسی رو کمتر نشون بده و با محتوای سرگرمی جایگزینش بکنه. این روند قراره که گویا در اینستاگرام هم اتفاق بیفته و حتی همین الان هم داره اتفاق میفته. و خب این قبل از هر چیزی برای کشورهایی که درشون آزادی بیان وجود نداره و رسانه‌های مستقل نمیتونن توشون در این کشورها محتواشون رو مستقیم به مردم ارائه بکنن، مشکل ساز خواهد شد. اشاره کردید خودتون که ایران یکی از جاهاییه که توش مردم از اینستاگرام برای دسترسی به محتوای سیاسی استفاده میکنن. خب این اگر در واقع دسترسی محتوای سیاسی در اینستاگرام سخت‌تر بشه، گردش آزاد اطلاعات در ایران آسیب می‌بینه. اما همینطور در کشورهایی که دموکراسی در اونها حاکم، آزادی بیان وجود داره، هم این موضوع می‌تونه مشکل ایجاد بکنه، چون به هر حال مردم عادت کردند که اخبار رو، به خصوص نسل‌های جوان‌تر، عادت کردند که محتوای سیاسی رو، اخبار رو از طریق شبکه‌های اجتماعی، به خصوص از طریق اینستاگرام دنبال بکنن. و اگر اینستاگرام بخواد این محتوا رو کمتر و کمتر نشون بده، به این خط میشه که این محتوای سیاسی، این محتوای خبری به طور کلی به دست مخاطب نمیرسه. مخاطب مدام کمتر مطلع میشه از اونچه که باید. چقدر فکر کنه این تصمیم ممکنه برگردونه به توییتر بسیاری رو که حالا رفتن سمت اینستاگرام و تردز؟ بعیده که در بلند مدت تأثیر چندانی بذاره. توییتر از همین حالا در واقع زمین باخته محسوب میشه برای کسانی که محتوای جدی، برای روزنامه‌نگاران، برای کسانی که میخوان محتوای جدی سیاسی تولید بکنن. با توجه به کنترل نشدن محتوا، حجم زیاد نفرت، اکانت‌های خریداری شده، ربات‌ها، کنترل نشدن اخبار غلط و این چیزا، و به این دلیل فکر نمی‌کنم توییتر شانسی داشته باشه. سپاسگزارم از شما. امید رضایی، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روزنامه‌نگاری برلین، ما را همراهی کردند.